اینجا 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 سال هاست اینجا خالی از سکن است. نکن همش اتاق چه اتاقای قلعه است؟ همش اتاق داشته جزا میگرد اینجا جمع میکردن که دیگه بقیه مردم مریض نشن. خودمونم جورت نمی کنم شب این قسمت ها بیاریم. دوستان عزیز من یه توضیح بدم، داریم به یک منطقه میریم که خالی از سکنه شده. آقا مهدی عزیز و فرخ که هماهنگ کرده به این منطقه بریم و دوستان توضیح میدن آقا مهدی را بلدمونه که باید با یک قایقی بریم یک جزیره ای که خالی از سکنه شده و خیلی حکایت ها تو این جزیره وجود داره که الان میریم تو یک حموم قدیمی که همه، یعنی از هر کی میپرسی میگه شب اینجا صدای تنبک و ضرب و این چیزا میاد، درسته؟ بله، از قدیم الایام که از زمانی که متروکه شده. خب صداهای خیلی ناجور و عجیب غریب شبا میاد از اینجا تو جزیره. صدای بعضی موقع صدای رقص آواز میاد، بعضی موقع صدای عزاداری میاد. این صدا رو شنیدن، بارها شنیدن، متعدد از بچه ها، متعدد افرادای مختلف این صدا رو خیلی شنیدن شبا. درسته، شبا کسی جرئت نمیکنه تا سمت اون همون بره، با فاصله ازش رد میشه. همومی که تو این جزیره است و الان ما میریم. بله، همون عمومی بود که متروکه شده دیگه، از بین رفته و الان میخوایم بریم اونجا. درسته. از نزدیک ببینیم. اون قصه سکونت داشتیم زندگی میکردیم. سال 62 63 64 میگفتن جنا بودن. داداش خودم هم تو خونه خودم هم جن دیده. یعنی اونجا پس هست. هست. سر صدا میاد و اینا شب اتفاق میفته بیشتر. داداشم دیدت. داداش خودم هم دیده تو خونه خودمون. که اونجا قبل از سکونت داشتیم. بله. آها، قبل از اینکه مخروبه بشه. آها، پس از اون موقع ها بوده. یک قلعه قدیمی هم داره که مال زمان روس ها بوده. سال 1838 میلادی روس ها اومدن، قرن 19 تقریبا اومدن جزیره رو اشغال کردن که بعد اون قلعه هم متروکه شد و افت زمان رضاخان پهلوی. درسته. یه به عنوان پاسگاه استفاده میشد، پاسگاه نظامی. پس بعد دوباره اونا هم رفتن یک مدت جزامیا بودن، اومدن جزامیا نگه میداشتن اونجا. بله، بعد از اونم که سیل اومد و سال 70 متروکه شد، از اون موقع هم دیگه متروکه مونده دیگه. الان مخوف‌ترین چیزی که تو این جزیره هست همه چی مخوف شده. آیدین اصلا کل جزیره مخوفه الان. یه زمانی خالی از سکن این دوستان از آقا مهدی از بومیای این روستا. آره. این جزیره است. یه زمانی که از جزایر خوشگل زیبایی بود اینجا، همه زیبا. بچهای ترک زبان اکثرا بچهای ترک زبان بودن، بچهای گیلانی بودن، همشون کارمندای شیلات بودن، یعنی بسیار روستای قشنگی بود، توریستی بود، کیف می‌کردی تو روستا میومدی. 350 خانوار اینجا زندگی می‌کردن. 350 خانوار بود، الان 10 خانوار نیست. الان رفت هستن. الان شاید 3 تا 4 تا خونه متروکه باشه. داخل نباشه، گراز یا اینجا گراز زیاد داره. راست گراز خیلی داره، مواظب باشید. داداش تو بیا. بسم الله الرحمن. چرا اینجا بیان اینجا بیان اینجا بسم الله. اوه واقعا شبا جرأت میخواد رفت و آمد. شب آدم جرأت داره واقعا خطرناکه. اما چیه؟ اینجا کلن سال هاست متروکه مونده و 30 سالی دیگه سی نمیده دیگه نمی کن. خب 30 سال متروکه هست. وقتی متروکه جایی برای همین نوروی ماورا و اینا داداش دیگه. درست میاد سلامی ها دیگه. ایران شکست. اینجا شبا اومدن واقعا جرأت میخواد. اصلا بچه ها من یه چیز بهتون بگم، این که ما ثابت کردیم این قضیه رو که این نیروهای ماورا جن نقطه نه، اینا دقیقا جاهایی میرن که متروکه است، تاریکه. و این که به نظر من این چیزی که ما میبینیم صدا مدا میاد فلان میاد، به نظر من حقیقت داره از اینجا. پنجره رو کور کردن. جلو پنجره رو کور کردن. همه چی کور کردن. سال هاست اینجا خالی از سکن است. آره. شبیه خانه ارواح شده. دقیقا دقیقا خونه مثل خونه ارواح شب بشه. اینجا کارت ساخته است. اینجا وحشتناکه.
الان این همون قلعه‌ایه که صدا میاد ازش، جزامی‌ها بودن، توضیح بده. بله، این همون قلعه‌ایه که گفتم قرن 19 روسا اومدن اینجا رو اشغال کردن. بعدش اینجا دیگه یک زمان دست روسا بود، یک مدتی هم جزامی‌ها رو اینجا نگه می‌داشتن. یه مدت هم شایع شد که بچه از اینجا که رد می‌شدن شباب اینجا صیادی می‌رفتن، اینجا آب زیاد بود، هر شب از اینجا صدای عجیب غریب می‌شنیدن. حتی بارها من از تعریف خود بچه‌های این جزیره که صیادی می‌رفتن میگن شبا اینجا سر صدا عجیب، هم می‌ترسیدن مثلا سر صدا اونم نیست، صدای عجیب غریب میومد از داخل این قلعه. قبل از خودش روس هم بوده. خب آقا مهدی میگه مثلا شوروی اینجا رو تسخیر کرد. آره. ولی قبل از تسخیر شوروی این بوده، این قلعه، این قلعه بوده و برمیگره به دوره‌های خیلی قبل‌تر. این قلعه تقریبا حداقل 900 سال قدمت داره. اینجوری هم نیست مثلا برای دوره شوروی باشه، قدمتش زیاده و یک دوره واقعا مخروبه شده. هم دیگه می‌بینی که همه چی نمونده، رفته. و خودت هم می‌دونی جایی که مخروبه بشه بمونه، مثل خونه‌های داخل محل رو دیدی؟ دیگه وقتی 30 سال 40 سال 50 سال کسی نره مخروبه میشه و بهترین مکان برای حضور ماوراست. ماورا من اینجا سکنا می‌گیره. مثلا همین قلعه رو بگیم دیگه، خونه رو که رد کردیم، همین قلعه. و وقتی الان 100 سال خالیه، اتاقه مختلف داره، زیر زمین داره، از زیر زمیناش اتاقه زیادی پایین داشت ولی الان همه پوشیده شده، سنگایی که میبینی ریختن بتونشون میدم دیگه پلوم شده و زیر پل از اتاقه خالیه. خب بهترین مکان برای چیه؟ برای ماورا. یه قدرت هایی دارن این ماورا، حالا یه دم میدونن یه دم نمیدونن، این هم همون داستانه داره. ما شب نمونی میدونه بهتره، کارمونو تموم کنیم، جمع کنیم بریم سمت حموم. حالا یه اتاقا رو ببین، نکن همش اتاق چه اتاقای قلعه است، ببین همش اتاق داشته. اون زمان بعضی از بومی ها می اومدن اینجا زندگی میکردن، اینجا ساکن بودن مردم، ولی بعد از مدتی رفتن که این اتاقک ها همه سکونت بود، یعنی یه خانواده اونجا بودن، یه خانواده تو اون اتاقک بود. بعد الان راست میگی زیر این پایین انگار یه چیزاییه، پای خالیه. یعنی چی پای خالیه؟ اینجا فکر کنم آب انبارش بوده. این آب انبارشه، اینجا آب جمع میکردن، آب شیرین. اینجا مثلا بخون بگردن اینا، به نظر اینجا گنج نداره، نه عمقش خیلی بیشتر بود، حالا خاک پر شده. آره اینجا آب شیرین جمع می‌کردن برای مصرف، همین حالا پادگان بوده، پاسگاه بوده. آها. یه زمانی بیمارستان بوده، یه زمان سکونتگاه بوده. آه. اینجا آب شیرین جمع می‌کردن چون دردادر آب شوره دیگه، دریا خزره. بعد الان به من بگو که اینی که شما میگین جزامی‌ها، یعنی اینجا زندان هم پس بوده؟ یه جوری زندان بود، یه جوری که تبیدگاه بوده دیگه، نتونستن پادگان بود دیگه، همه جا دیوارا بلند بود، یه خروجی داشت از اینجا بتونن خارج بشن چون دور تا دور عمق آب زیاد بود، آب بود، همینجا نگهداری میشدن. بعد این زندانیا به من بگو زندانیا چی بود؟ مثلا دزد و قاتل اینا؟ مریض بودن. نه مریض بودن، جزامی ها رو جزامی بود. بودن فقط جزامی بودن، جزامی ها رو جمع میکردن که دیگه بقیه مردم مریض نشن. حالت قرنطینه و چیز بود اینجا که تو این جزیره نگهداری میشد. زیاد گون احتمالاً بزرگتر بوده، خراب شده، خیلی تخریب شده، بالاخره متروکه شده. اتاقا رو ببینیم، اتاقا رو هم ببینیم بچه‌ها. الان تو این اتاقا به من بگو سلولاشون بوده یا نه چی بوده؟ اتاق بوده. نه اتاقک بوده اینجا. نه این جزامیایی که میگی جزامیاد دقیقاً تو همین بعدش دوره ساخت و ساز شد، از زندان شد خونه، ترتمیز بود اینجا. بعدش اینجا تنها اینجا محل نگهداریشون نبود، تو خود جزیره نگهداری میشدن. حالت سلول سلول بوده یا نه؟ یا حالت یک محدوده بوده که همه به هم دیگه ارتباط، بله دری داشته، ارتباط داشته، قشنگ اینجا زندگی میکردن. اتاقا رو نشون بدیم، جزامی هم گم بودن الان که آلوده که نیست الان؟ نه خیلی سالها گذشت از اون زمان. با بومیایی که بچه اینجا باز بیشتر اونه که پیر بودن صحبت کردیم با فرخ و دوستمون که میگفتن که تو این قلعه نرین نرین، حالا با اون زمان ملی نرین، تو این قلعه چندین شد صد نفر آدم مرده، همه همینجا خاک شدن. حالا میگفت هر جزامی بوده غیر جزامی بوده، همه کف این زمین خاک شدن و همشون معتقدن که اینجا تسخیر شده است. حالا میریم به سمت اون حموم متروکه که حموم قدیمی بود، حموم عمومی اینجا بود که از اونجا هم بچه‌ها میگن خیلی شبا سر صدا میشنیدن اونجا. درست انبارهای قدیمی، قلعه های قدیمی میگه ماورا داره. درست. ولی حموم اصلا یه چیز خاصیه، حتی حموم های جدید هم ممکنه داشته باشن. اصلا علاقه خاصی جنها به حموم دارن و دوست دارن بیشتر تو حموم سکنا داشته باشن. و این صدایی که اینجا میاد، آقا مهدی که میگه من از خیلی شنیدم، بچه بومی اینجا خیلی شنیدم، شب ترجیح میدادن که
راهشون رو دور بکنن، قلعه رو دور بزنن، جزیره رو دور بزنن، ولی از سمت حموم نیان. میترسیدن، ترس خاصی داره، خوف داره. هست. بریم ببینیم بچه. این فکر کنم تقریبا 60 سال پیش بازسازی شد. 60 نما رو اگه دقت کنید اینا رو می‌بینید، اینا چنیده. 60 سال پیش اینا رو بازسازی کردن. خب که تقریبا شبیه حمومای همون دوران اوایل انقلاب در اومد. آها. این دیوار بازسازی شدهش، ولی دیواره اصلیش این نبود. سازه این نبود. فهمیدم. الان اینجا همون جاییه که صداهای عجیب و اتفاقات عجیب شب می‌افته. بگو بیشتر. قدیمیه که گفتم بچه ها بارها شب از اینجا رد می شدن یا نزدیک اینجا بودن. درسته. سر صدای عجیب غریب می شیدن و می ترسیدن فرار می کردن. واقعا هم به نظرم تو شب مخوفه این شب ترس داره. خود اونم جرات نمی کنم شب این قسمت ها بیایم. کلا نماش بازسازی شده. سنگ ها رو ببینی همه شدید اینا. ما رو 50-60 سال پیش این سنگ ها. نما بازسازی شده. اینجا یه حوضی داشته دیگه الان دیوارش مشخص. این انگاری قبره. قبر نیست، حوضه. نه جدی میگم. نه اینجا حوض بوده. آره آره آره. خالیه. یه حوضی بوده که آب توش بود، حالا مردم اینجا میشستن همو میکردن. اونجا من نمرش میتونستن دوش بگیرن. اینجا درسته؟ اینجا در طول شب جای خطرناکیه. اصلا معلومه. جای مخوفیه. واقعا تپش قلب آدم میفته اینجا. صلاح نیست آدم شب توی محدوده قرار بگیره. دقیقا فرخ علائم این نیروهای ماورا اینجا هست که سنگینیش میتونه حس کنی، سنگینی رو میتونی تو حس بکنی و مخروب شدنش. واقعا حق دارند که اینها، حتی اون آقایی که ما رو با قایق آورد گفت اینجا نمونین ساعت 5 بعد. تو مسیر چند نفر دیدیم؟ دو ساعت تو جزیره چند آدم دیدی؟ هیچ. کسی نیست تو جزیره، فقط ما 4-5 تاییم. آره بس بهتره که زودتر بریم.